سلام، به خبرهای این ساعت از تلو و تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: درگیری خونینه اعتراض کنندگان با نیروهای امنیتی در کابل. پلیس کابل آخرین چادر تحصن اعتراض کنندگان را برداشت، اقدامی که دو کشته بر جا گذاشته است. تصمیم به این شد که این خیمه از این ساحه برداشته شود. پیام رئیس جمهور غنی به حراس افغانان در افغانستان: میان سنیان و شیعیان افغانستان تفرقه انداخته نمیتوانید. فکر میکنین که تکایای ما را مورد حمله قرار میدین، ما براتان اطمینان میتون که هر سنی مذهب خدا قربانی میکنه که از این تکایای بازن. دو کارمند ارشد وزارت شهرسازی در پشت میله های زندان. دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو تن از کارمندان پیشین وزارت شهرسازی را به 20 سال زندان تنفیذی محکوم ساخت. این فیصله فیصله نوعی قطعی نیست. شما محکمه سیمان پیشوری دارین، میتونین که تمیز طلب شین و در اونجا برین. و حمله ایالات متحده امریکا به هواپیمای بسرنشین ایران در سوریه: امریکا یک هواپیمای ساخت ایران را در حریم هوایی سوریه سقوط داده است. اقدام پلیس کابل برای برداشتن آخرین چادر اعتراض کنندگان از چهارراه شیرپور دو کشته و بیشتر از 20 زخمی بر جا گذاشت. اعتراض کنندگان و نیروهای دولتی هنگام با هم درگیری شدند که دیشب نیروهای دولتی به برداشتن آخرین چادر اعتراض کنندگان اقدام کردند. اعتراض کنندگان میگویند که نیروهای امنیتی آنان را به گلوله بستند و در این درگیری ها دو اعتراض کننده جان باختند و بیشتر از 20 تن دیگرشان زخم برداشتند. اما وزارت امور داخله میگوید که تنها یک تن در نتیجه این درگیری ها جان باخته است. سخنگوی وزارت امور داخله از بازداشت 9 اعتراض کننده خبر می‌دهد. دومین درگیری مرگبار نیروهای امنیتی با اعتراض کنندگان، اما این بار در تاریکی شب. نیروهای امنیتی پس از نیمه شب با برداشتن چادر اعتراض کنندگان در چهارراه شیرپور اقدام کردند. اما این کار نیروهای امنیتی با مخالفت اعتراض کنندگان روبرو می گردد و میان اعتراض کنندگان و پلیس درگیری رخ می دهد. با توان هر آدم یک تا تانک هاموی آورده بودند. از هیچ نوع تهدید، لاتکوب و فشار دریغ نورزیدند. اعجاز الحق، 23 ساله، از روستای سفیدچهر پنجشیر یکی از قربانیان این رویداد است. او تحصیل کرده رشته حقوق بود و بازرگانی می کرد. منابع می گویند که اعجاز الحق با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه رابطه نزدیک داشت و از پشتبانان وی در دوره پیکارهای انتخاباتی شناخته می شد. اعتراض کنندگان ادعا می کنند که یک موتر زرهی پلیس یک نوجوان 14 ساله را زیر گرفت و این نوجوان جان باخت. اگر در جای اشتباهی صورت گرفته باید که اعلام شود. اگر در جای غفلت بوده باید اعلام شود و اگر در جای قصد بوده باید با او برخورد قانونی صورت بگیرد. با این هم ساعات پس از این رویداد اعتراض کنندگان در یک نشست بر ادامه اعتراض هایشان تاکید می‌ورزند. رستاخیز تغییر این حرکت غیر قانونی و غیر دموکراتیک حکومت نامشروع وحدت ملی را در قبال دادخواهی خویش یک جنایت ضد بشری و عمل غیر قانونی و غیر انسانی دانسته و به حرکت دادخواهانه خود ادامه خواهد داد. به اساس امر مشترک 163 قمندانی محترم گارنیزون کابل و فیصله شورای امنیت ملی و سوق اداره ملی افغانستان، تصمیم به این شد که این خیمه از این ساحه برداشته شود. اکنون هیچ نشان از چادر اعتراض کنندگان در چهارراه شیرپور دیدن نمی شود. چهار سوی محل به شدت زیر نظارت نیروهای امنیتی است و موترهای نظامی بیشتری به محل آورده شدند و دیوارهای کانتینری حکومت هنوز هم پابرجا است.
با روشن شدن هوا کارمندان شهرداری جاده را پاک کردند و اینها تنها نشانه هایی هستند که از رویداد خشونت بار سه شنبه شب باقی مانده است. رئیس ستاد مشترک ارتشی ایالات متحده آمریکا میگوید که پاکستان باید اطمینان بدهد که گروه های حقانی و طالبان از پایگاه های امن در آسیای جنوبی برخوردار نیستند. جنرال جوزف دانفورد میگوید که پاکستان برای افغانستان و برای امنیت افغانستان جایگاه کلیدی دارد و مرز امن میان این دو کشور بسیار حیاتی است. این جنرال بلندپایه آمریکایی پیش بینی میکند که واشنگتن درباره اندازه افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان در میانه های ماه آینده میلادی تصمیم خواهد گرفت و این تصمیم بخشی از راه برد تازه آمریکا در آسیای جنوبی خواهد بود. احتمال می رود که تا کمتر از سه هفته دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا تصمیمش را درباره اندازه افزایش نیروهای این کشور در افغانستان اعلام کند. اما به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا این بار به معضل افغانستان به تنهایی پرداخته نخواهد شد و پاکستان نیز در راهبرد تازه آمریکا جایگاه مهمی خواهد داشت. پاکستان کلید افغانستان و کلید امنیت افغانستان است. این کشور باید اطمینان دهد که گروه حقانی در آسیای جنوبی پناهگاه ندارد و نیز اطمینان دهد که طالبان در آسیای جنوبی پناهگاه امن نخواهند داشت. ما باید از یک مرز امن میان افغانستان و پاکستان که بسیار حیاتی است اطمینان یابیم. جنرال جوزف دانفورد می افزاید که 17 گروه حراس افغان جهانی در آسیای جنوبی فعال هستند و نیاز است تا بر این گروه ها با یک رویکرد بزرگ منطقه‌ای فشار آورده شود. این راهبرد تنها درباره افغانستان نخواهد بود. هستند عنصرهای وابسته به یک دیگر که مشکلات درون افغانستان و سراسر منطقه را به میان آوردند. از همین رو ما آماده خواهیم بود هنگامی که درباره اندازه افزایش نیروها گفتگو میکنیم درباره این عناصر نیز گفتگو کنیم. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جنرال نیکلسن خواهان 4000 نیروی دیگر شده است. به باور وی امنیت افغانستان به گونه‌ای نیست که آمریکا می‌خواهد. واقعیت ایالات متحده آمریکا ریشه های حراس افغانی و بحرانزایی در کجاست را اگر پیدا بکنه او را از آنجا خونسا بکنه فکر میکنم از نیرو آوردن کردن را او به نفع ملت افغانستان حتی به نفع سلط در جان خواهد بود. همکنون 14000 سرباز و افسر خارجی در افغانستان حضور دارند که از این میان 8400 تن آنان امریکاییان هستند. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که هراس افغانان نمی‌توانند میان سنیان و شیعیان افغانستان تفرقه بیاندازند. آقای غنی در مراسم تجلیل از نزول قرآن کریم می‌گوید که تمامی مردمان افغانستان در برابر هراس افغانان متحد هستند. رئیس جمهور همچنان نقش عالمان دین را در تامین صلح و ثبات و پیکار با هراس افغانی اثرگذار می‌داند و می‌گوید که سال گذشته 150 عالم دین از سوی هراس افغانان کشته شدند. مراسم نزول قرآن کریم با حضور رئیس جمهور غنی و دهاتن از عالمان دین در ارگ گرامی داشت شد. رئیس جمهور غنی با اشاره به حمله های حراس افغانانی اخیر در کشور میگوید که مردمان کشور از هر مذهبی در برابر این گونه حمله ها متحد هستند. فکر میکنین که تکایای ما را مورد حمله قرار میتین، ما برتان اطمینان میتوم که هر سنی مذهب خدا قربانی میکنه که از این تکایا حفاظت کنه. آقای غنی از عالمان دین نیز می‌خواهد تا در برابر جهل، گمراهی و وحشت بیستند. ضرورت عزیز که آواز رسای علمای ما مثل که دی تالار چند بار ذکر شد در مقابل فتنه، جهل، گمراهی و وحشت بالا شد. آقای غنی در حال بر اتحاد و همبستگی مردم در برابر حراس افغانی تاکید می‌ورزد که از آغاز ماه رمضان تا کنون در ولایت‌های کابل، پکتیا و هرات حمله‌های مرگبار بر مسجدها انجام شد که جان‌های چندین غیر نظامی را گرفتند و شماری را هم زخمی ساختند.
دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو تن از کارمندان پیشین وزارت امور شهرسازی را به جرم اختلاس و استفاده سوء از صلاحیت‌ها به 20 سال زندان تنفیذی و پرداخت 86 میلیون افغانی جبران خساره محکوم ساخت. این دادگاه یک تن دیگر از کارمندان پیشین این وزارت را به 7 سال زندان تنفیذی و پرداخت بیشتر از 443 هزار افغانی محکوم نمود. محمد امین قانع و سید امان الله سادات دو تن از کارمندان وزارت امور شهرسازی در دوره حامد کرزی بودند. یکی رئیس دفتر انسجام امور آپارتمان ها و دیگری مسئول مالی و اداری همین دفتر. اما به باور سارنوال این دادگاه، این دفتر اصلا در تشکیل وزارت امور شهرسازی وجود نداشته است و این دو تن با استفاده سوء از صلاحیت ها برای ساخت و ساز شهرک خواجه‌نواش با شرکت های گوناگون 24 پیمان غیرقانونی را به امضا رسانیدند. مبنای قانونی نداشته. دفتر انسجام امور آپارتمان خودسرانه در چوکات وزارت شهرسازی که بنا به کدام تبانی، با کدام دلایل شما رفتین، از کدام صلاحیت قانونی تان اعمال وظیفه کردین. از او هم متهمان میگن که دفترانان به توافق وزیر امور شهرسازی آن وقت ایجاد شده بود. پول مصارف اداری ما، پول ساختمان، پول قیمت زمین و جمع پول شبکات ما به اساس ماده توی قانون شرطنامه توزیع آپارتمان که از سالهای متمادی از قبلی هست به اساس از دو جمعاتی شده. بر محمد بختیار نواز، رئیس پیشین تصدی خانه‌سازی وزارت امور شهرسازی نیز اتهام همسان بسته شده است. به گفته سارنوال دادگاه، وی برای ساخت و ساز شهرک صنایع غزنوی 6 پیمان غیرقانونی بسته است. در پایان دادگاه قاضیان تمام متهمان را مجرم می‌شناسند. این فیصله فیصله نهایی قطعی نیست. شما محکمه سیمان پیشوری دارین، میتونید که تمیز طلب شین و در اونجا برین. به گفته سارنوال این دادگاه در پرونده های اختلاس امور شهرسازی وزیر و مقام های بلندپایی پیشین این وزارت نیز دخیل هستند. افزایش گرمای هوا در ولایت فرا بسیاری از باشندگان این ولایت را خانه نشین ساخته است. شمار از باشندگان این ولایت میگویند که میزان گرمی هوا در این ولایت نزدیک به 50 درجه سانتیگراد رسیده است و این وضع سبب گرمازدگی ده ها تن شده است. فرا از ولایت های گرمسیر کشور به شمار می رود. همه ساله در فصل تابستان میزان گرمی هوا در این ولایت بلند می رود، اما امسال به ویژه در ماه رمضان شدت گرمی هوا سبب شده است باشندگان این ولایت از صبح تا شام کمتر از خانه بیرون شوند. نبود برق نیز امکان سرد کردن خانه هایشان را نیز از آنان گرفته است. شمار از باشندگان این ولایت می گویند که بلند رفتن میزان گرمی هوا آنان را با دشواری های بسیار روبرو ساخته است. حرارت گرمی به 50-51 تا 48-51 اینا می رسند. همه مسلمان ها از دست گرمی خیلی بزاقه. و برک ما سینی و دولت ما توجه با مردم خود نداره. گرمی تر همونجا رسیده یا نه سلویر درجه ده یا حتی سلویر درجه ده. دخل کو کوچنیان دخل کو الوکان ټول ګرمي وونه ټول دغه او برګایسته ګاینسته په دې شوانه امراکی. در همین حال عامر شفاخانه ولایتی فرا میگوید که در یک ماه گذشته ده ها تن در نتیجه شدت گرما به این شفاخانه آورده شدند و در حال حاضر بسیاری بیماران این شفاخانه را بیماران گرمی زدگی میسازند. گرمی هوا و شدت گرمی هوا خود به خود وقتی که مریض در شفاخانه باشه این یک مشکل اساسی، ولی در این قسمت ما توجه جدی کردیم. تیم منیجمنت شفاخانه، مدیریت مدیر اداری شفاخانه همیش نظارت متواتر داره. در همین حال شمار از اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی این ولایت از نبود برق شکایت می کنند و حکومت را در کار تامین امنیت انرژی برق برای فراهیان به بی‌پروایی متهم می سازند. د فرا فر برابر باندې د 15 کال دغه د برق وازی دي او د فرا ولس د برق د ستونزو مشکلات سره ډیر مخامخ دي. بیا هم د مرکزی حکومت سره د مسولینو سره خواهش دادی چې تاسو د فرا ولس ته توجه وکړئ. دا اوس موږ فقط یو دولتي سیستم یا د خلکو د سرمایه گذاری پر اساس باندې برق فرایان ته ورکول کیږي. هغه هم په ډیر لږ او کم باندې کیلووات په ډیر شفغانی دولتي قیمت دی. واقعا دا یو ډیر لوړ قیمت دی. برخی از اعضای شورای ولایتی فرا نیز ادعا می کنند که شدت گرمی هوا جان شمار از باشندگان این ولایت را گرفته است.
در هر ماه بیش از 140 تن قربانی ماین‌های جاسازی شده و مواد انفجاری در افغانستان هستند. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی با بیان این مطلب میگوید که بیشتر قربانیان ماین‌های جاسازی شده در افغانستان کودکان و بانوان هستند. مواد انفجاری جاسازی شده که ممکن جان صدها تن را میگرفت، اما ماین روبان با سعی و تلاش مانی تلفات جانی شدند. افغانستان که هنوز هم بخشای بزرگ آن آلوده با ماین‌های کارگزاری شده است و نیاز جدی به نهادهای ماین روبی دارد، اما اکنون نهادهایی که از سالها به این سو در افغانستان در زمینه پاکسازی ماین‌ها سرگرم بودند، ناگزیر هستند از بر غلط بودجه شمار کارمندانشان را کاهش بدهند. هنوز هم میلیون ها افغان آسیب پذیر از ماین ها هستند و در محلات که زندگی می کند با محلات کارگزاری شده ماین ها 500 متر فاصله دارند. بدبختانه شمار ماین ها در افغانستان هنوز هم در سطح بلند قرار دارد. علی محمد و گل حسن کارمندان یک نهاد ماین روبی که برای پاکسازی ماین ها از سالها به این سو جان خودشان را به خطر انداخته اند، می گویند که به وظیفه خودشان افتخار می کنند. بازو خو چکور تلار سمالی غونه بخششی رخله مال دا کار خو چه ده خطرناک ده دیز معلومات نکی بس بخششی مخششی رخله ما بس وتر اعظم خدای پام یعنی که اگر ما یتن م یک جای آزاد و به ترس نمخرن مگردن بر ما کلان یک افتخار است که ما یک وطنم با خوش و خوشحال و در سایه همین زندگی میکنه. در همین حال مقام های حکومت افغانستان از کمبود بودجه برای عملیات های نهادهای ماین روبی نگران هستند. کاهش شمار کارمندان در این برنامه به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر عملیات های این نهاد اثرهای منفی خواهد داشت. این نهاد که در زمینه ماین روبی در افغانستان از سال 1988 به این سو فعالیت می کند، با پایان یافتن ماموریت جنگی ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان با قلت بودجه روبرو شده است و ناگزیر شده است از سال 2014 به این سو 5000 کارمند خودش را برکنار کند. یک کودک که از بهر انجام حمله انتحاری از سوی طالبان در ولایت کندز آماده شده بود خودش را به پلیس سپرد. این کودک که باشنده ولایت وردک است ادعا می کند که از سوی طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز آموزش دیده است و برای حمله انتحاری آماده شده بود. این کودک 11 ساله می گوید که طالبان برایش گفته بودند که پس از انجام حمله انتحاری به بهشت می رود. شهرداری کابل از آغاز کار ساخت جاده های پارک های صنعتی و رسیدگی بعد دیگر مشکلات صاحبان صنایع در پایتخت خبر می دهد. سرپرست شهرداری کابل می گوید که پارک ثبت و یک نمایشگاه همیشگی برای تولیدات داخلی ساخته خواهد شد و تعرفه هایی که از صاحبان صنایع گرفته می شوند بازنگری می شود. از سوی هم صاحبان صنایع در پایتخت از این که از فراورده های داخلی از سوی نهادهای حکومتی کار گرفته نمی شود انتقاد دارند. واردات دارو از هند به کشور امسال 4 برابر در مقایسه با سال پار افزایش خواهد یافت. اتحادیه خدمات دارویی کشور میگوید که در سال پار به ارزش 33 میلیون دلار دارو از هند وارد کشور شده بود، اما تنها در سه ماه نخست امسال به ارزش 47 میلیون دلار دارو از هند وارد کشور شده است. افغانستان در بخش دارو نیز مثل بیشتر بخش‌های دیگر یک کشور وارداتی است و همکنون سالانه 95% از داروهای مورد نیازش را با هزینه 500 تا 700 میلیون دلار وارد می کند. اما در دو سال گذشته یگانه تغییر چشمگیری که در این بخش به میان آمده است، بیشتر شدن واردات دارو از هند، بنگلادش و ازبکستان است که با کاهش این واردات از پاکستان همراه بوده است. نه تنها با کشور دوست هندستان و بعضی کشورهای دیگه مانند ازبکستان، بعضی کشورهای مانند بنگلادش، ترکیه بسیار خوب مناسبات است حاله و اکثرا دواهای ما شما از اونجا میاد. خب مشخص حال مارکت افغانستان تقریبا 25 تا 30% دوای هندی کاور میکنه و مردم هم زیادتر علاقمند به دوای هندی و بنگلادشی و دیگه کشورهای دوست هستند. دوای پاکستانی یک ذره مردم دلخور هستند، قدر علاقه مندی ندارند در وقت آخر و مصرفش هم نسبتاً کم شده. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع می گوید که با بهره برداری از دهلیز هوایی افغانستان و هند، داد و ستد و بازرگانی میان دو کشور افزایش چشمگیر خواهد یافت.
از نزدیک به 400 میلیون دلار که داد استاد با هندوستان داریم، 60% صادرات افغانستان به هندوستان است. انشالله با آغاز از این برنامه امیدوار هستیم که چون ظرفیت وجود داره صادرات ما بیشتر شود و داد استاد ما به 700 میلیون دلار افزایش پیدا کنه. این در حال است که در کارگوی هوایی که به روز دوشنبه رهسپار هند شد، 60 تن نباتات طبی به این کشور صادر گردید. و اتحادیه خدمات دارویی کشور میگوید که پیش از آن با همین کارگو 100 تن کالاهای بازرگانی از هند وارد افغانستان شده بود که 45 تن آن را دارو تشکیل میداد. ایالات متحده آمریکا یک هواپیمای کوچک بی سرنشین ساخت ایران را در حریم هوایی سوریه سقوط داده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که یک هواپیمای کوچک بی سرنشین را که هدف خصمانه در برابر نیروهای آمریکایی در خاک سوریه داشت، توسط یک هواپیمای F-15 آماش قرار دادند. این چندمین بار است که در هفته های اخیر بین نیروهای حامی بشار اسد و نیروهای تحت هدایت ایالات متحده آمریکا در سوریه درگیری رخ می‌دهد. پیش از این ایالات متحده آمریکا یک جنگنده حکومت سوریه را سقوط داد که با واکنش تند حکومت سوریه و روسیه روبرو شده است. رئیس ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا بر حل تنش‌های اخیر میان مسکو و واشنگتن در واکنش با آماج قرار گرفتن یک جنگنده ارتش سوریه تاکید می‌ورزد. جنرال جوزف دانفورد میگوید که از 8 ماه با این سو همکاری‌های لازم میان واشنگتن و مسکو انجام شدند و بر این همکاری‌ها ادامه خواهند داد. به دنبال افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو، از بر آماج قرار گرفتن یک جنگنده حکومتی سوریه از سوی واشنگتن، حکومت استرالیا که در ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا نقش بزرگی را بازی می‌کرد، حمله‌های هوایی‌اش را در خاک سوریه به گونه موقت متوقف ساخت. سخنگوی وزارت دفاع استرالیا می‌گوید که این حمله‌ها به گونه موقت متوقف شده‌اند، اما در خاک عراق ادامه خواهند داشت. در همین حال رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید که مسکو و واشنگتن بر بنیاد منافع جهانیشان در خاک سوریه درگیر نخواهند شد. من مطمئن هستم که هنوز هم ارتباطات ما در بخش مرکز عملیات ها وجود دارد. من مطمئن هستم که نیروهای ما توانایی این را دارند که از خود مواظبت کنند. حسوی هم ارچند حکومت سوریه حمله های اوی واشنگتن را تجاوز بر تمامیت ارضی کشورش می داند. اما رئیس ستاد ارتش امریکا می گوید که واشنگتن از بر پیکار با گروه های عراس افغان در خاک سوریه سرگرم عملیات های اوی است. ما از نگاه قانونی حق استفاده عملیات های نظامی در خاک سوریه را داریم، زیرا ما از بحر پیکار با گروه داعش و شبکه القاعده در خام سوریه هستیم. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر عضو این ائتلاف از چندین پایگاه هوایی پناهگاه های داعشیان را در خاک سوریه و عراق آماج قرار می دهند، اما به دنبال این حمله ها مسکو هشدار داد که همه جنگنده هایی را که در بخش های اوی روسیه در خاک سوریه نزدیک شوند آماش قرار خواهند گرفت. ادامه خبرها در طلو نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از طلو بار دیگر سرخط خبرها در طلو نیوز. درگیری خونین اعتراض کنندگان با نیروهای امنیتی در کابل. پلیس کابل آخرین چادر تحصن اعتراض کنندگان را برداشت، اقدامی که دو کشته بر جا گذاشته است. تصمیم به این شد که این خیمه از این ساحه برداشته شود. پیام رئیس جمهور غنی به حراس افغانان، میان سنیان و شیعیان افغانستان تفرقه انداخته نمیتونید. فکر میکنین که تکایای ما را مورد حمله قرار میدین؟ ما برتان اطمینان میتونم که هر سنی مذهب خود قربانی میکنه که از این تکایه حفاظت کنه. دو کارمند ارشد وزارت شهرسازی در پشت میله های زندان. دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو تن از کارمندان پیشین وزارت شهرسازی را به 20 سال زندان تنفیذی محکوم ساخت. این فیصله فیصله نوعی قطعی نیست. شما محکمه سیمان پیشوری دارین، میتونید که تمیز طلب شین و در اونجا برین. و حمله ایالات متحده به هواپیمای بی سرنشین ایران در سوریه. آمریکا یک هواپیمای ساخت ایران را در حریم هوایی سوریه سقوط داده است. ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های کره شمالی برای
ساختن موشک‌های قاره‌پیما سخت نگران است. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا میگوید که کره شمالی میکوشد تا موشک‌های قاره‌پیمای با توانایی حمل کلاک‌های هسته‌ای بسازد. از سوی همین مقام آمریکایی برای از میان برداشتن اختلاف‌های اخیر میان واشنگتن و مسکو در سوریه از گفتگوها با روسیه خبر می‌دهد. کره شمالی در ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده است. موشک‌هایی که به گفته آگاهان نظامی هر بار پیشرفته‌تر شدند و نگرانی‌های ایالات متحده را از تلاش‌های پیونگ‌یانگ برای آماج قرار دادن خاک آمریکا افزایش دادند. برای من روشن است که رهبر کره شمالی و حکومت این کشور میکشند موشک های قاره پیما با کلاهک های هسته ای که توان رسیدن به ایالات متحده را داشته باشند بسازند. ما باید در این باره نگران باشیم که هستیم. در همین حال این مقام آمریکایی از گفتگوها با روسیه برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور در سوریه خبر می‌دهد. جوزف دنفورد می‌گوید که هدف مشترک دو کشور یعنی نابودسازی گروه داعش باید این اختلاف‌ها را از میان بردارد. در ساعت‌های آینده ما از راه‌های دیپلماتیک و نظامی کار می‌گیریم تا تنش‌ها را کاهش دهیم. روسیه گفته است که هدفش در سوریه شکست دادن گروه داعش است و ما در ساعت‌های آینده درستی این ادعا را بررسی خواهیم کرد، زیرا هدف عملیات‌های ما هم در رقه و جنوب سوریه نابودسازی داعش است. تنش‌ها میان روسیه و ایالات متحده پس از آن افزایش می‌یابند که ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه یک جنگنده ارتش سوریه را سرنگون ساخت. پس از این رویداد مسکو هشدار داد که همکاری‌های نظامی را با این ائتلاف در سوریه قطع می‌کند. زنی که همسرش را در انفجار مرگبار روز چهارشنبه کابل از دست داده است اکنون در جاده ها آواره شده است. این زن میگوید که جسد شوهرش را تا اکنون نیافته است و صاحب خانهش به علت نپرداختن کرایه خانه وی را از خانه بیرون کرده است. این زن نصیبه نام دارد. میگوید که شوهرش برای پیدا کردن کار به وزیر اکبر خان رفته بود که در برابر سفارت آلمان انفجار رخ داد و پس از آن وای شوهرش را ندیده است. جسد از اینکه ما میزی خانه خود قدمی چهار اولاد خیز کردیم، خدا شاهد است که اولادکایم دخترکایم بگه چهار دفعه شفاخانه امرجنسی میگه داخل رفتیم که مرده سوختن شناخته نمیشه بچیم شهیدا. نقاد زخمی که می دام میگه شفاخانه خارجی است، امرجنسی میگه شفاخانه خارجی است. رفت چهار دونه زخمی رخت شورده اینس گفتم نه میگه برو لیست بخون. این زن ادعا می کند که چندین ماه می شود که کرایه خانهش را نپرداخته است. از همین رو صاحب خانهش وی را از خانه بیرون کرده است. بی خور قلف کرد، خودش رفت قدی فامل خود ایراد. گفت ار وقتی پل نخته پیدا کردی باز دما تماس بگی. 70,000 پک پیسه پیدا کردی دما تماس بگی. اگر که نگردی یه چست به جای نمیتانی برو دیگه. ما پیسه می گرم چی کنم که شهید آدائی. نسیمه از بدرفتاری نگهبانان دروازه های نهادهای حکومتی انتقاد می کند و می گوید که اکنون با فرزندانش روزها را در جاده ها می گذراند و شبها به خانه برخی از نزدیکانش می رود. کمک می خواهم یک سرپناه بر ما بودن که می یک دقل از کچه خود جمع شویم از سرکا. حمله در برابر سفارت آلمان از مرگبارترین حمله ها در سالهای اخیر بوده است. تا کنون شماری از خانواده ها جسدهای نزدیکانشان را پیدا نکردند و حتی شماری از خانواده ها برای نزدیکان از دست رفتهشان مراسم فاتحه غیبی گرفتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از احتمال افزایش بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران خبر می‌دهد. این کمیشنری می‌گوید که از آغاز سال روان تا اکنون ده‌ها هزار خانواده به افغانستان بازگشتند و جامعه جهانی باید به این بازگشت کنندگان کمک بکند. در همین حال عبدالله تاکید می‌ورزد که هنگام برگردانیدن پناهجویان به کشور، اوضاع کشور نباید نادیده گرفته شود. عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مراسم یادکرد از روز جهانی مهاجرت میگوید که پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر نباید به اجبار به کشور برگردانیده شوند. آرزو ازیره داریم که بازگشت شاهد بازگشت داوطلبانه و با عزت هموطنان خود در کشور باشیم. در عین حال شرایط کشور ما هم چیز دوره نادیده گرفته نمیتانیم. در همین حال وزیر مهاجران و عودت کنندگان میگوید که از ماه حمل تا 27 ماه جوزا 194 هزار تن از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. در سال جاری میلادی
803 نفر عودت کننده داوطلب و 379 نفر دیپورتی از کشورهای اروپایی داشتیم. همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که احتمال دارد که هزاران مهاجر دیگر نیز از کشورهای همسایه به افغانستان برگردند. 33,000 have returned. تا کنون 33,000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند و این شمار در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. با این حال سفیر اتحادیه اروپا در کابل از کمک 100 میلیون دلاری این اتحادیه در راستای کمک به بازگشت کنندگان به افغانستان خبر می‌دهد. اتحادیه اروپا و اعضای اتحادیه اروپا به یک افغانستان با ثبات متحد هستند و به کمک‌هایشان به مردم و حکومت این کشور ادامه خواهند داد. ما در اوایل سال 2018 میلادی 100 میلیون دلار آمریکایی در بخش مهاجرت به افغانستان کمک خواهیم کرد. بر بنیاد آمارهای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، افغانستان پس از سوریه با داشتن در حدود 7 میلیون پناهجو و مهاجر در 79 کشور جهان، دومین کشور مبدا پناهجو در جهان است. وزارت شهرسازی و مسکن میپذیرد که کار ساخت ماسترپلان کمپلکس اداری نهادهای دولتی در ساحه دارلمان به داوطلبی و یک شرکت لبنانی سپرده شده است. وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که این شرکت لبنانی از سوی منبعی که سخنگوی این وزارت آن را منبع واحد میگوید با این نهاد معرفی شد و این پروژه به این شرکت واگذار گردید. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان این کار را خلاف قانون و امتیاز دادن به یک شرکت مشخص میدانند. شرکت لبنانی خطیب العالمی پروژه طرح و دیزاین مهندسی مجتمع اداری نهادهای دولتی را به داوطلبی به دست آورده است. سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که این شرکت از سوی منبعی که او آن را یک منبع واحد مینامد به این نهاد معرفی شده است. این پروژه را شرکت خطیب العالمی از منبع واحد دریافت کرد. اینا امو پروپوزالشان بر ما فرستادن و مطابق کوالیفیکیشن هایی که اینا داشتن، تجربه فوق العاده که اینا در این بخش دارن در طرح و دیزاین مهندسی و انجینری و کارهایی که قبلا کردن و طرح مشخصی را که ارائه کردن، اینا تونستن که برنده این پروژه شدن. در این حال نهاد دیدبان شفافیت و گذاشتن پروژه های توسعه را به روند داوطلبی و دادن آنها به یک شرکت مشخص کار غیر قانونی میداند. در صورتی که ما نتونیم قوانین متناسب و همچنان نتونیم قوانین خود به صورت عادلانه بر همه شرکت ها تمویل بکنن، باعث از این میشه که حکومت ما و دولت ما در جایگاه بین المللی و همچنان در پیشگاه دیگه تجار از او حیثیت و اعتبار کامل برخوردار نباشه. شمار از نمایندگان نیز سپردن پروژه ها را به داوطلبی و شرکت ها مغایر قانون میدانند و میگن که این کار بارها در حکومت تکرار شده است. اطلاعاتی که من دارم در این قرارداد و قرارداد دیگه خانواده رهبرای دولت و حکومت افغانستان، اقاربشان و اقارب وزرا حتی در این قرارداد سهم دارن، شریک هستن و این امتیاز یک امتیاز سیاسی است که برای این تعداد از افراد داده شده. ریاست جمهوری و کمیسیون تدارکات ملی در این باره حاضر به گفتگو نشدند. با گفته نهاد دیدبان شفافیت، اگر حکومت بر دادن امتیاز به شرکت‌های مشخص و بر بنیاد روابط ادامه دهد، سرمایه‌ها از کشور فرار خواهند کرد. درگیری سخت میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی درقد ادامه دارد. پلیس تخار میگوید که طالبان راه درقد و خواجه باهودین را بسته کردند. فرمانده پلیس تخار بسته بودن این راه را خطرناک می‌داند. درگیری سخت میان طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی های ماورای کوکچه، خواجه غار، خواجه بهاءالدین و درقد ولایت تخار. این درگیری ها یک هفته پیش پس از آن آغاز شد که ده ها جنگجوی طالب بر بخش های این ولایت حمله کردند. شورای ولایتی تخار میگویند که 260 تن از نیروهای دولتی در ولسوالی درقد در محاصره طالبان قرار دارند. دو روز تا والی در درقد جنگ است. 260 نفر ما در اوج حصیر است. اما متاسفانه رئیس جمهور چشمش نمیبینه، گوشش نمیبینه، وزیر داخله نمیشنوه، ملت دوجه تباش در یعنی ولسوالی یعنی قلعه، ولسوالی چایاب،
ولسوالی دشت قلعه، خواجه باودین، خواجه غار، روستاق، اگر طالبا در قطع سقوط شوه، چهار ولسوالی دیگه خود به خود سقوط میکنه. نگرانی ما 100% به حد شدید است، به خاطر از اینکه اوجه نیروی کافی وجود نداره، نیرویی که اوجه موجود هستن، اونا از لحاظ تجهیزات و مهماتی که دارن، مهمات ناچیز است، ممکن برای یک روز دو روز او دوام بکنه. از سوی هم شمار از فعالان جامعه مدنی تخار اوضاع کنونی تخار را شکننده می دانند و هشدار می دهند که اگر نیروهای کمکی به ولسوالی در قد نرسند، ممکن ولسوالی در قد به دست طالبان سقوط خواهند کرد. ایره من مطمئن هستم که اگر نیروهای مخالفین دولت ولسوالی در قد را بگیره، بسیار به سادگی می تانه که بیا چهار اطراف مرکز تخار را محاصره بکنه. ای ولسوالی های ماهرای کوکچه با هم ارتباط دارن، راه های مواصلاتی مسدود است، فعلا مردم بسیار نگران کننده است، نمیتونن که به بازارها بیان. در همین حال مقام های امنیتی تخار بسته بودن راه خواجه بهاءالدین و در قدر را یک مشکل جدی میدانند. مسدود شدن مسیر راه خواجه بهاءالدین را در قد یقینا یک چالش بزرگ هم برای نیروهای امنیتی است و هم برای مردم عام که رفت آمد میکنند. صبح امروز یک عملیات در روسا هم آغاز شده، نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی هم مشترکن. این فعلا که ما با شما صحبت میکنم وارد قریه چرسیا گردیده که ان شاء الله برای قریب این مسیر باز میشه و نیروهای کمکی برای نیروهای امنیتی که در روسا در قد است با اونا وصل میشوند. فشار مخالفان مسئله دولت بالای ولسوالی های ماورای کوکچه به ویژه بالای ولسوالی در قد و خواجه غار در حال اوج میگیرد که از یک ماه بیشتر میشود که تخار والی ندارد و معاون والی هم که سرپرست است در عربستان سعودی به سر میبرد. حالا آگاهان سیاسی و اعضای شورای ولایتی تخار اشتار میدهند اگر تا یکی دو هفته دیگر هم تخار بدون رهبری به سر ببرد، ممکن طالبان با گذشت هر روز ضمن اینکه ولسوالی های در پایان خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. و سلام دوستان، حال هم خبرهای ورزشی. سعود طولونیوز به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام رمضان رسانه ها. در ادامه رقابت های جام رمضان رسانه ها شب گذشته 8 دیدار برگزار شد که طولونیوز توانست با نتیجه 5-3 از صد نشریه شاروالی کابل بگذرد و به جمع 4 تیم برتر صعود کند. در دیگر دیدارهای برگزار شده این رقابت ها تیم غزنویان توانست نشرات فدراسیون فوتبال را شکست بدهد، تلویزیون آرزو از صد تیم خبرگزاری پشواک بگذرد و تلویزیون نوری نیز تلویزیون میوند را در هم بکند. تیم ملی تکواندوی افغانستان برای شرکت در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان امروز رهسپار کره‌ای جنوبی شدند. در این پیکارها به نمایندگی از افغانستان 3 مبارز مرد و 1 مبارز دختر همراه با 1 مربی و 1 ناظر حضور خواهند داشت. ملی پوشان تکواندو کشور پس از یک دور تمرینات 20 روزه فشرده در کابل اکنون پا بر رقابت قهرمانی جهان می گذارند. این ورزشکاران می گویند که آنان با انگیزه و دست آوردن مدال رهسپار کره جنوبی هستند. ما آمادگی خود داریم، تمرین کردیم، زحمت کشیدیم. قبل از اینکه به این مسابقات آمادگی بگیریم، ما مسابقاتی که در کشور آذربایجان بود برای زوم دیگه می گرفتیم و بعد از یک از اون مسابقات برگشتیم و یک ماه دیگه فرصت داشتیم دقیق تمرین کردیم و زحمت خود کشیدیم و میریم بخیر به امید از اینکه انشالله بخیر بتونیم باز هم با دست پر مثل قبلا از مسابقات برگردیم. اولین بار است که در مسابقات جهانی اشتراک میکنم. خب سطحش بسیار بالاست، بیش از 150 کشور در این مسابقات اشتراک میکنم و همگی با آمادگی کامل به این مسابقات اعزام میشن و امیدوارم که من به عنوان اولین تنها دختری که از تکواندو در این مسابقات اعزام میشم بتانم که خوب از بانوان نمایندگی کنم. انشاءالله بتونیم با انگیزه که داریم با تمرینایی که داشتیم بهترین دستاورد داشته باشیم. این پیکارها با روز جمعه امین هفته با حضور تکواندوکاران نزدیک به 150 کشور جهان با میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.
مسابقات فوتسال جام رمضان در ولایت کندوز با قهرمانی تیم میوند پایان یافت. در فرجامین دیدار این رقابت ها میوند 9-7 تیم افتخار را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. در پایان این پیکارها قسمت احمدی از تیم افتخار با زدن 17 گل لقب آقای گل را به دست آورد و رحیم رحمانی از تیم میوند لقب بهترین بازیکن مسابقات را از آن خود ساخت. این بازی ها با حضور 16 تیم به گونه حذفی برگزار شده بودند. رقابت های کرکت ولسوالی تختپل قندهار با قهرمانی تیم مرکز این ولسوالی به پایان رسید. در پایان این دیدار ارشاد احمدی از تیم مرکز ولسوالی تختپل قندهار لقب بهترین بازیکن میدان را از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها به دست آورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم مرکز ولسوالی تختپل قندهار آغاز کرد و در آور 14 بازی با از دست دادن 6 بازیکن توانست 129 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم مرکز ولسوالی تختپل شاولی خان خوب درخشید و توانست 45 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم اتحاد افغان سمیولا خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل بازیکنان تیم اتحاد افغان بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز نکرد و بازیکنان این تیم وکت های خود را یکی پس دیگر از دست دادند و نتوانستند که هدف داده شده ای تیم حریف را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 27 دوش به تیم مرکز ولسوالی تختپل واگذار کرد که در مجموع بازیکنان تیم اتحاد افغان توانست در آور 12 بازی با دست دادن تمامی بازیکنان خود 102 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم اتحاد افغان متولا خوب درخشید و توانست 29 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد و در مقابل در بخش بالینگ برای تیم مرکز ولسوالی تختپل ارشاد احمد خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار ارشاد احمد از تیم مرکز ولسوالی تختپل قندهار لقب بهترین بازیکن میدان را از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها به دست آورد. رقابت های فوتبال جام کنفدراسیون ها با پیروزی دشوار آلمان همراه شد. در این دیدار آلمان 3-2 به برتری در برابر استرالیا قهرمان آسیا دست یافت. استندل، دراکسلر و گورتسکا گل های برتر آلمان را به ثمر رسانیدند و هر دو گل استرالیا را روگیج وارد دروازه آلمان ساخت. پیروزی دشوار آلمان برابر استرالیا در گام نخست. بازی با برتری آلمان آغاز شد و این تیم در دقیقه 5 به گل رسید. نفوذ برانت از راست و پاس به بیرون او با ضربه دقیق استندل از وسط محوطه جریمه امرا شد تا آلمان ها با یک گل از استرالیا پیش افتادند. در دقیقه 41 روکیچ موفق شد گل نخست استرالیا را به ثمر برساند. ضربه نخست او به شگردان مصطفی برخورد کرد اما در ریوان باز هم روگیچ به سمت دروازه آلمان ضربه زد تا گل تساوی به ثمر برسد. اما در دقیقه 44 و روی اشتباه مدافعان استرالیا آلمان صاحب یک ضربه پنالتی شد تا دراکسلر با ضربه خلاف جهت باز هم تیمش را پیش انداخت تا نیمه نخست با برتری 2-1 آلمان به پایان رسید. نیمه دوم نیز با برتری آلمان آغاز شد و این تیم در دقیقه 47 به گل رسید. باز هم روی پاس کیمیچ این بار کورتسکا در موقعیت تک به تک قرار گرفت و با ضربه دقیق گل سوم را به ثمر رسانید. اما استرالیا دست از تلاش نکشید و توانست در دقیقه 56 باز هم اختلاف را به عدد اقل برساند. ضربه ایستگاهی بازیکنان استرالیا با دفع اشتباه لنو امرا شد تا باز هم روکیچ در ریبان دروازه را باز کرده تا بازی با نتیجه 3-2 به سود آلمان پیگیری شود. بازی با پیروزی آلمان به پایان رسید. تیم ملی کرکت زنان زیلاند نو در یک دیدار تمریناتی توانست با تفاوت 7 وکت تیم زنان هند را شکست بدهد. در پایان این دیدار پرنس از تیم زنان زیلاند نو با انجام دادن 52 دوش بدون اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. 2 early wickets claimed by Anya Shrubsole.
در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم ملی زنان هند آغاز کرد و توانست در آور 46 بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود 130 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم ملی زنان هند رات خوب درخشید و توانست 33 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم ملی کرکت زنان زیلاند نو پیتر اسن خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی در مقابل کمترین دوش بیرون نماید. در مقابل ملی پوشان کرکت زیلاند نو بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کرد و توانست در آور 27 بازی با از دست دادن 3 بازیکن هدف داده شده تیم هند را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در بخش بیتینگ برای تیم زنان زیلاند نو پرست خوب درخشید و توانست 52 دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد و در مقابل در بخش بالینگ برای تیم زنان هند پونم یادوف خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار پرست از تیم زنان زیلاند نو با انجام دادن 52 دوش نات اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. تیم ملی کرکت زنان انگلستان توانست در یک دیدار آماده سازی برای جام جهانی زنان تیم ملی کرکت سریلانکا را شکست بدهد. در پایان این دیدار تایلر از تیم انگلستان با انجام دادن 49 دوشه بدون اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم ملی کرکت زنان سریلانکا آغاز کرد و در آور 48 بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود توانست 155 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم ملی کرکت سریلانکا جیانگنی خوب درخشید و توانست 33 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم ملی از زنان انگلستان شرع بسول خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل ملی پوشان کرکت انگلستان بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کرد و توانست در آور 31 بازی با از دست دادن دو بازیکن هدف داده شده تیم ملی کرکت سریلانکا را برآورده سازد و برنده این دیدار شود. در بخش بیتینگ برای تیم ملی کرکت زنان انگلستان تایلر خوب درخشید و توانست 49 دویش نات اوت را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم ملی سریلانکا رن اوارا خوب درخشید و توانست در مقابل کمترین دویش 1 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار تایلر از تیم انگلستان با انجام دادن 49 دویش نات اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در دومین روز رقابت های فوتبال جام کنفدراسیون ها پرتغال به مسافه مکزیک رفت و در نهایت به برابری 2-2 متوقف شد. نخستین صحنه مهم بازی در دقیقه 21 رخ داد. پرتغال روی ریباند ضربه آزاد کریستیانو توسط پپه به گل رسید، اما این گل توسط گروه داوری و با بازنگری ویدیو مردود اعلام شد. اما در دقیقه 33 بالاخره پرتغال به گل رسید. روی پاس فوق‌العاده و عرضی رونالدو کوارشما با دروازه‌بان مکزیک تک به تک شد و توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند. اما در دقیقه 42 مکزیک به گل تساوی رسید. کارلوس ویلا در محوطه جریمه صاحب توپ شد و ارسال او با ضربه سر خاویز ارناندز امرا شد تا دروازه پرتغال باز شود و نیمه نخست با برابری 1-1 پایان یافت. با شروع نیمه دوم در دقیقه 85 پرتغال موقعیت بسیار خوبی برای زدن گل دوم داشت، اما ارسال گومس و ضربه سر سلوا با عکس العمل فوق‌العاده اوچوا امرا شد. اما در دقیقه 86 سرانجام پرتغال به گل رسید. سدریچ در گوشه محوطه صاحب موقعیت شد و با ضربه دقیق موفق شد گل دوم پرتغال را به ثمر برساند. در نهایت در دقیقه 91 و روی ارسال اریرا از روی نقطه کارنر دوس سانتوس
گل تساوی را به ثمر رسانید تا در نهایت این بازی با برابری 2-2 به پایان رسید. و با این ترتیب پایان خبرهای ورزشی.